أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. علیکم السلام. انشاءالله خوب صحت مند باشید. میخواستم درباره عذاب جهنم بپرسم که کافران و مشرکان برای همیشه میسوزند. هیچ راهی ندارم. گاهی اوقات شیطان در ذهنم وسوسه میکند چگونه الله تعالی با این قصد صفات رحمان رحیمش بخواد بنده خود را که میداند طاقت یک لحظه گرمی و سردی ندارد، آن جهنم که انسان طاقت شنیدن وسوسه راحتی ندارد جاودان بسوزند. خب اینجا دو تا جواب دارم. یکی این که اگر خدا انسان از وعده خودش خلف وعده کنه در مورد شر اشکالی نداره، میگه میکشمه تو رو نکشت، اشکالی نداره. دومی که هر کسی در ملک خودش حق تصرف داره. شما در خانه خودت یه جایی اتاق خواب میسازید آزادی، یه جایی دستشویی میسازید آزادی، یه جایی باغچه میکنید آزادی، کسی حق اعتراض نداره. این کائنات همش ملک خداونده. سومی که کسی که در دوزخ میره چنان فرعنت کرده، چنان ظلم کرده که نیکی یکی به یک، یکی به ده، یکی به 700، بدی یکی به یکی فقط. چقدر انسان بد باشه، انسان که نیکی ها رو خداوند اینچنین پرورش میده باز بدی هاش بیشتر شده، شفاعت شاملش نشده. یعنی چون فرعون ها، لینین ها، خمینی ها، اینا که در دنیا این همه جرم کردن حقشون نیست. و با این حال هم ولایت البرقی اگه خداوند جهنم از بین برد کسی نمیتونه ایراد بگیره، برای که خلف وعده خوب نیست، خلف وعید اشکالی نداره. گاهی که به جهنم و عذاب ابدیش فکر میکنم بیخی وضعیتم خیلی خراب میشه که نکنه خدای نخواسته ایمانم غلط شیطان بشود. نه، شما به حکمت خداوند اعتقاد داشته باش، به اینکه خداوند فعال مایشای از اون چی که گفت میگوید من شما نمیتونیم محاکمش کنیم، در ملک خودش تصرف میکنه و با این حال رحمان رحیمه و با این حال هم حکیمه و رحمتش از غضبش 500 سال سبقت گرفته. دقت کنید، اگه امکان باشد جواب همین سوال رو به واتساپ هم یا صوتی، نه این قبلا باید می نوشید. در ضمن این وسوسه شیطانی را اصلا توجه نکن.